در جوامع امروزی شناخت از زمین و مکان رکن اصلی هر گونه فعالیتی است و انجام پروژه‌های مختلف بدون داشتن نقشه و اطلاعات کافی از مکان میسر نمی‌باشد. نقشه فقط یه برگ کاغذ نیست. نقشه یه فایل اطلاعات کامپیوتری است. یعنی میتونیم بگیم نقشه رو بهتر است که عنوانش اصلا استفاده نکنیم و به جاش اطلاعات زمین مرجع یا جئو ریفرنس اینفورمیشن امروز مصطلح است. زمانی که نقشه از فرم کاغذی خارج شدن و به صورت فایل کامپیوتری در آمدن و در واقع تکنولوژی دیجیتال مپینگ یا نقشه‌های رقومی در دنیا ظهور کرد، این فکر به ذهن متخصصین در این رشته افتاد که ما بجز اطلاعات مربوط به هندسه مکان، اطلاعات دیگر هم میتونیم وارد کامپیوتر کنیم. در نقشه‌های رقومی این اتفاق افتاد، یعنی شما در واقع نقشه ها شدند مجموعه ای از اطلاعات هندسی که همون نقشه های رقومی بودند، به علاوه اطلاعات توصیفی که این اطلاعات توصیفی دیگه از نوع نقشه نبودند، اعداد بودند، ارقام بودند، توصیفات بودند، اطلاعات کمی و کیفی بودند در مورد توصیف عوارض نقشه و اطلاعات اون نقشه. یه سیستمی متولد شد در پی این در واقع اتفاقی که افتاد تحت عنوان سیستم یا سامانه های اطلاعات جغرافیایی، Geographic Information Systems. امروزه از اون سیستم به نام سیستم یا سامانه های اطلاعات مکانی نام میبرند، Geospatial Information Systems. حدود 80% تصمیم گیری ها و برنامه ریزی هایی که در یک کشور انجام میشه، در یک منطقه انجام میشه، 80%ش به نحوی با اطلاعات مکانی و اطلاعاتی که به نحوی مرتبط هستند با مکان و با زمین اینها ارتباط دارن. امروزه در دنیا سامانه هایی به وجود اومدن که پایه و اساسشون GIS هست و معروفن به سامانه های پشتیبان تصمیم گیری، Decision Support System ها، یا سامانه های پشتیبان برنامه ریزی که Planning Support System ها، PSS ها، که اینا هستشون و در واقع اساس این سامانه ها همون GIS تشکیل میده. تکنولوژی تولید اطلاعات مکانی تو دنیا پیشرفت کرد. ماهواره ها با قدرت تفکیک بالا، ماهواره های الان اصلا در دنیا که با قدرت تفکیک چند سانتی متر تهیه تصویر می کنند در سطح منطقه. بنابراین ما تونستیم نقشه های شهری و نقشه های مناطق مختلف رو با سرعت بالا تولید بکنیم. از طرفی تونستیم نقشه ها رو با سرعت بالا به اصطلاح به صورت نقشه‌های رقومی تهیه بکنیم و همچنین اطلاعات توصیفی رو به اینها چکار کنیم، لینک بکنیم. بنابراین شما سیستم‌هایی پیدا کردید که ابعاد اون خیلی گسترده شد و تقریبا میتونیم بگیم که همه حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، بهداشتی، زیست محیطی، انرژی، حمل و نقل، مدیریت شهری، منابع طبیعی، خلاصه هر چیزی که شما تصور بکنید وارد نقشه ها شد. امروز نقشه ها فقط حاوی اطلاعات هندسه مکان نیستند، بلکه حاوی تمام اطلاعاتی که شما میتونید متصور بشید در هر زمینه ای. این بستگی داره که شما در چه زمینه ای میخواید اطلاعات اضافه بکنید به این نقشه ها. بر اساس همین سیستم GIS خلق شد. سیستم GIS به دلیل همین گستردگی کاربردهای بسیار بسیار متنوعه. Thank you.
سامانه اطلاعات مکانی GIS شامل مجموعه ای از نرم افزار و سخت افزار، داده های جغرافیایی و نقشه می باشد. در این سامانه ها از تلفیق، پردازش و تجزیه و تحلیل و نمایش اطلاعات در برنامه ریزی و حل مشکلات و مسائل مرتبط با جغرافیا و مکان استفاده می شود. سامانه های اطلاعات مکانی یا Geospatial Information System یک سامانه ای هست که متشکل از پایگاه داده مکانی، منابع انسانی، سخت افزار و نرم افزار هست. این اجزا در یک سیستم گرد هم اومدن تا بتونیم اطلاعات رو جمع‌آوری بکنیم، ذخیره بکنیم، به هنگام سازی بکنیم، دستکاری بکنیم و آنالیز و نمایش اطلاعات مکانی رو در این سیستم های اطلاعات مکانی داشته باشیم. بنیاد و اساس سیستم های اطلاعات مکانی پایگاه های داده مکانی هستند. برای ایجاد پایگاه داده مکانی، همینطوری که این اسلاید داره نشون میده، ما از دنیای واقعی شروع میکنیم. از این دنیای واقعی لایه های مختلف اطلاعات مکانی رو تهیه میکنیم که این لایه های اطلاعات مکانی در واقع شکل خلاصه شده ای از همون جهان واقعی هستن که ما داریم روشون مطالعه انجام میدیم. انواع داده هایی که ما در GIS مورد استفاده قرار میدیم داده های موقعیتی و مکانی هستن که این داده های موقعیتی و مکانی مدل های ارتفاعی رقومی، داده های برداری و داده های تصویری رستری هستند و همچنین بخش عمده ای از اطلاعات ما داده های توصیفی هستند که این داده های توصیفی در جداول و به صورت جداول و حروف ذخیره شدن. یکی از منابع اطلاعاتی مهم داده های توصیفی، اطلاعاتی که توسط مرکز آمار جمع آوری میشه، میتونه در این پایگاه داده مورد استفاده قرار بگیره. منابع داده مکانی که ما در سیستم های اطلاعات مکانی مورد استفاده قرار میدیم، نقشه های کاغذی هستند که به صورت رقومی در اومدن، تصاویر ماهواره ای هستند، عکس های هوایی، اطلاعات آماری، داده های مکانی تاسیسات زیرزمینی و اگر به طور کلی بگم هر نوع داده ای که در واقع مکان یکی از ویژگی های اون باشه در این سامانه های اطلاعات مکانی ذخیره میشه. برای ایجاد سیستم اطلاعات مکانی ورودی اصلی پایگاه داده مکانی است. تا پایگاه داده مکانی وجود نداشته باشه ما نمیتونیم سیستم های اطلاعات مکانی رو استوار و ایجاد بکنیم. در واقع اگر بخوایم یه گونه دیگه GIS رو تعریف کنیم، میتونیم بگیم GIS هست از پایگاه داده و توابع تحلیلی که میتونیم به اصطلاح استفاده بکنیم. قابلیت دید هست که کاربرد مناسب این قابلیت دید برای این است که مکان مناسب آنتن ها و جاهایی که میخوایم ببینیم چه نقاط دیدی در یک منطقه دارن، این مکان مناسب رو با استفاده از این قابلیت دید در واقع مشخص میکنن که در اینجا اون آنتن در اون موقعیت فرضی GIS به اصطلاح به ما میگه که این به چه مناطقی در اون منطقه به اصطلاح دید داره. و منابع انسانی در واقع یکی دیگه از اجزای GIS هستن که سایر اجزای GIS رو وادار میکنن که بتونن در راستای پاسخ پرسش کاربران گام بردارن. تحلیل های GIS-ی به عنوان مثال میتونه مکانیابی برای یک مدرسه باشه، میتونه تهیه بهترین مسیر باشه، ساده ترینش حتی میتونه اطلاعات گرفتن باشه. روی عارضه روی نقشه ما عارضه خاصی رو پیدا بکنید، به عنوان مثال یه اداره خاص یا یه مرکز شهرداری یا یه مرکز دامداری و یا بالعکسش اگر که ما دنبال جای به خصوصی یا محل به خصوصی رو میگردیم، بتونیم توی این نقشه با دادن نام اون پیدا بکنیم. علاوه بر اون اطلاعات اضافه تری، مثلا اگر مدرسه هست، مدرسه راهنمایی، دبیرستان، نام مدرسه چیه، چقدر ظرفیتشه و چه مقاطعی در اونجا وجود دارن، چند کلاس هست، اینها به عنوان اطلاعات توصیفی اون قرار میگیره. هر نوع مجموعه ای که بخواد یک تحلیل GIS بکنه، سازمان ترافیک، سازمان شهرداری، اداره حفاظت محیط زیست،
وزارت کشور، سازمان برنامه برای برنامه ریزی توی مدیریت های برنامه ریزی و هر نوع تحلیل های آمایش سرزمین، هم این میتونه پایه هر نوع فعالیت جی آی اس باشه. فعالیت هایی که تاکنون انجام شده، ایجاد و به هنگام سازی پایگاه اطلاعات توپوگرافی ملی در مقیاس 25000 است، ایجاد اطلاعات توپوگرافی در مقیاس 1,000,000 است، تبدیل فرمت پایگاه اطلاعات توپوگرافی به فرمت های مورد استفاده در نرم افزارهای جی آی اس، ایجاد پایگاه ملی اطلاعات مکانی یکی از کارهایی هست که انجام دادیم، تهیه و به هنگام سازی نقشه های توپوگرافی کوچک و متوسط مقیاس، برگزاری شوراهای ملی کاربران و شوراهای استانی کاربران جی آی اس که همینطور که خدمتتون گفتم به منظور سیاست‌گذاری، فرهنگ‌سازی، دستیابی به زبان مشترک، برنامه‌ریزی و هماهنگ‌سازی فعالیت‌های جی آی اس است. ما علاوه بر فعالیت‌هایی که در داخل کشور داریم، فعالیت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی هم داریم. ما عضو فعال کمیته دائمی زیرساخت جی آی اس برای آسیا و اقیانوسیه هستیم و همچنین عضویت و فعالیت در کمیته بین‌المللی راهبری برای تهیه نقشه جهانی را هم داریم و در این زمینه کارهایی را انجام دادیم. همچنین طرحی را جدیداً شروع کردیم به اسم مرکز هماهنگی داده‌های مکانی سازمان نقشه‌برداری کشور که در این طرح در واقع تمام اطلاعاتی که سازمان نقشه‌برداری کشور تا الان تولید کرده، شناسنامه این اطلاعات رو در داخل این مرکز قرار میدیم که کاربران به راحتی بتونن پی ببرن چه اطلاعاتی دارن وجود داره در سازمان و اطلاعات مورد نیاز خودشون رو به راحتی جستجو بکنن و به دست بیارن. در این میان سازمان‌هایی هستن مثل سازمان نقشه‌برداری کشور که مسئولیت تولید اطلاعات مکانی پایه به عهده اونهاست، چون سازمان‌های دیگه نمیتونن وارد این عرصه بشن. فقط سازمان نقشه‌برداری است که این امکانات و این قابلیت‌ها و توانایی‌های فنی رو داره که اون اطلاعات پایه مورد نیاز در یک سیستم جی آی اس که همون نقشه‌ها و در واقع اطلاعات توصیفی پایه هستن و ساختار هندسی این، توپولوژی این و در واقع مهندسی این سیستم رو انجام بده و بعد کاربران دیگه در حوزه‌های مختلف اطلاعات خودشون رو به این نقشه‌ها اضافه بکنن. مثلا در حوزه نفت و گاز و انرژی کاربران این حوزه میتونن این اطلاعات پایه رو بگیرن، اطلاعات خودشون رو به این سامانه‌ها اضافه بکنن و زمانی که یه دیتابیس خوب، یه پایگاه اطلاعاتی خوب فراهم شد، از این پایگاه اطلاعاتی خوب در زمینه‌های مختلف رشته خودشون بتونن استفاده کنن. برنامه‌ریزی‌هایی که در کشورها در منطقه‌های مختلف انجام میشن یا در سطوح تخصصی هستن که معمولاً توسط دستگاه‌ها، نهادها و بخش‌های تخصصی و اجرایی دنبال میشن و انجام میشن. مثلا در حوزه شهری اگر بخوایم مثال بزنیم، برنامه‌ریزی مسکن و ساختمان، مدیریت بافت‌های شهری، اهم از بافت‌های فرسوده، بافت‌های تخریبی، بافت‌های قابل مرمت، بافت‌های نو و جدید و بحث‌های مختلف شهر. مثلا ما در بحث شهری یه سری امور زیربنایی شهری داریم که فعالیت در زمینه اونها نیازمند برنامه‌ریزی‌های بسیار دقیق هست، مثل تأسیساتی مثل و در واقع امور زیربنایی مثل آب، فاضلاب، برق، مخابرات، گاز شهری. اینها در واقع برنامه ریزی برای اینها نیازمند همین سامانه های اطلاعات مکانی هست. علاوه بر حوزه های شهری، در حوزه های محیطی هم، در حوزه های غیر شهری هم سامانه های اطلاعات جغرافی بسیار مؤثر و مفید هستند. در بحث محیط زیست اگر بخوایم اشاره بکنیم، مدیریت بحران و مدیریت مخاطرات طبیعی در واقع مثل خطرات زمین لرزه ها، زمین لغزه ها، رانش ها،
سیل، طوفان، عرض به حضور شما که بهمن، فرونشست ها و همه اینها میشه از این سامانه های اطلاعات مکانی کمک گرفت برای مدیریت اینها، برای اینکه شاهد اون خطرات فاجعه بار نباشیم و شاهد اون اثرات سوء ناشی از این حوادث و بلایای طبیعی نباشیم. سازمان نقشه‌برداری کشور به عنوان متولی تهیه و تولید اطلاعات مکانی در سطح کشور، بستر هندسی لازم رو فراهم میکنه. در واقع اطلاعات پایه رو در اختیار کاربران مختلف قرار میده. تو این راستا هم شوراهای مختلفی رو در سطح کشور هدایت میکنه و هماهنگ میکنه و حتی اقدام میکنه به ایجاد سامانه های اطلاعات مکانی شهری و منطقه‌ای به صورت نمونه، برای اینکه در کشور الگوی مشخصی رو در این زمینه ارائه بکنه و در واقع این آمادگی عملی رو در کشور ایجاد بکنه که یه همچین سامانه هایی در کشور توسعه پیدا بکنن انشاءالله. از یک سامانه اطلاعات مکانی میتوان برای مدل سازی وقایع مختلف استفاده کرد. این سامانه ها در آمایش سرزمین، برنامه ریزی های ملی، منطقه‌ای و شهری اهمیت ویژه‌ای دارند. با استفاده از این سامانه ها میتوان به انواع اطلاعات موجود در مورد عوارض مختلف دسترسی یافته و با تحلیل این اطلاعات از نظر مکانی بهترین تصمیم را برای انجام یک پروژه اتخاذ کنید. کاربردهایی رو هم در واقع از GIS من میتونم اینجا بهشون اشاره بکنم که کاربردهای نمونه‌ای هستن، ولی با توجه به این که در واقع GIS به عنوان ابزاری هست که میتونه کاربردهای خیلی وسیعی داشته باشه، این کاربردهایی که من میگم فقط جزء کوچکی از کاربردهای GIS هست که در واقع خدمتون عرض میکنم. نمونه ای از بررسی های طرحهای توسعه شهری یا تعریض موارد معابر میتونه به عنوان در واقع یکی از کاربردهای GIS در شهر باشه که همینطوری که این اسلاید نشون میده، در واقع خیابونی که قرار هست تعریض بشه و معابرش بزرگ بشه، یک بافری در این خیابون زده میشه و ساختمون ها و درختانی که در داخل این بافر قرار میگیرن اونهایی هستن که تو این تعریض معابر از بین میرن. از دیگه کاربردهای در واقع GIS بحث مدیریت بحران هست که در اینجا ما این بحران های ما میتونه بحران های طبیعی باشه مثل سیل، زلزله، و میتونه یا میتونه بحران های مصنوعی بشه مثل مثلا انفجاری که در یک جایی رخ میده. مثلا در این مثال نوعی در واقع پمپ بنزینی که در اینجا وجود داره نشون میده این پمپ بنزین اگر خدایی نکرده مشکلی براش پیش بیاد، انفجاری توش رخ بده، ممکنه چه ساختمون ها و چه منازلی رو در بر بگیره و حتی چه به اصطلاح ساختمون های دولتی و یا خصوصی رو در بر بگیره، و با داشتن جمعیتی که در داخل این مناطق مسکونی سکونت دارن میتونیم به اصطلاح تخمین بزنیم که ممکنه در واقع این حادثه چه تلفات و چه خسارات های جانی و مالی داشته باشه. سیستم های اطلاعات مکانی بحثش در سازمان نقشه‌برداری کشور از سال 1369 با ایجاد اداره کل سیستم های اطلاعات مکانی در سازمان نقشه‌برداری کشور بحثش شروع شد و در اون زمان در واقع فعالیت هایی که توی این زمینه شروع شد، یکی ایجاد پایگاه داده توپوگرافی ملی یا همون NTDB هست که در واقع اطلاعات مکانی در مقیاس 1/25000 برای سیستم های اطلاعات مکانی در سطح کشور شروع به تهیه شد که الان میتونم بگم بالای 90% این اطلاعات به صورت رقمی تهیه شده و کاربران و
دستگاه‌های دولتی و حتی بخش خصوصی میتونن از این اطلاعات در سیستم‌های اطلاعات مکانی استفاده بکنن. پایگاه داده مکانی یا جیودیتابیس ملی کشور شامل تمام اطلاعات کشور هستش، نقشه هایی که تولید شده توسط سازمان نقشه برداری کشور در مقیاس های گوناگون. این پایگاه همه نوع اطلاعات داره برای کلیه بلوک هایی که کار شده. از این بلوک هایی که ملاحظه می فرمایید بیش از 95 بلوک کار شده. ما اطلاعات کل کشور رو در اختیار داریم. به عنوان مثال ما اطلاعات منطقه تهران رو برای شما نمایش میدیم، اطلاعات تصاویر ماهواره‌ایش رو هم در اختیار ما قرار میده برای اون منطقه. با هر بار که ما با جزئیات بیشتری بخوایم منطقه رو ببینیم، امکان اینو داریم که اطلاعات با جزئیات بیشتر و با دقت مناسبتر رو در اختیار بگیریم. میتونیم عارضه های مختلف رو انتخاب کنیم که این عارضه ها روی نقشه وجود داشته باشن یا وجود نداشته باشن. همین اطلاعات در اینجا موجوده. ما میتونیم اطلاعات مربوط به کل کشور رو با همین جزئیات که شما ملاحظه میفرمایید در اختیار داشته باشیم. حتی راه‌ها، همه عوارضی که در نقشه های 25000 که بیش از 169 عارضه هستش در اینجا به صورت 206 لایه تحریزی و برنامه ریزی شده که در اختیار کاربران قرار میگیره. مهمترین حسن این سیستم این هستش که امکان این رو داریم که اطلاعات کل کشور رو به صورت یک پارچه از طریق شبکه ها ببینیم. این سیستم داره برنامه ریزی میشه که از طریق شبکه اینترنت نیز خدمات رسانی کنه. سازمان نقشه برداری دو تا پایگاه در مقیاس های منطقه‌ای و شهری ایجاد کرده. در مقیاس منطقه‌ای پایگاهی که سازمان نقشه برداری ایجاد کرده برای سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور بوده که یک پروژه ملی بوده به نام پروژه ایجاد پایگاه داده مکانی منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، و اگه پروژه هم برای ایجاد پایگاه داده مکانی شهر قم بوده. در پایگاه داده شهر قم که لایه‌های مختلفی داشت از قبیل امور آب، آب منطقه‌ای، هواشناسی، راه‌ها، اطلاعات شهرداری و تمام اطلاعاتی که لازم بود برای شهر، ما میتونیم حالا یک سری تحلیل رو انجام بدیم. فرض کنیم که میخواییم بدونیم که در کل شهر قم حرم حضرت معصومه کجاست. وقتی که ما اینو به سیستم بگیم، سیستم برای ما مکان حرم مطهر رو نمایش میده، یا هر امکان دیگه. مثلا فرض کنید که من میخوام بدونم جاهایی که تراکم جمعیت بین 20 تا 30 هست و فاصله شون با خیابون‌های اصلی 50 متره و فاصله شون تا مساجد مثلا 200 متر هست و برای من مشخص کنه. بنابراین تمام این تحلیل‌های مکانی رو میتونه سیستم انجام بده. یکی دیگه از انواع کاربردهای پایگاه داده مکانیابی هست برای لایه‌های مختلف. فرض مثالی که ما اینجا داریم، می‌خواهیم بهترین مکان احداث مدرسه آموزشی رو پیدا کنیم. برای پیدا کردن مدرسه آموزشی و مدرسه دبستان ما نیاز به فاکتورهای مختلف داریم. یکی از فاکتورها اینه که فاصله این مدرسه جدیدی که می‌خواد احداث بشه باید مثلا از راه‌های اصلی حداقل 400 متر فاصله داشته باشه، یا شیب زمین باید حداکثر 6% باشه. با از تلفیق این لایه‌های مختلف و مدلی که الان ملاحظه می‌فرمایید ساخته میشه، ما در نهایت میتونیم بهترین مکان برای احداث اون فضای آموزشی رو پیدا کنیم که می‌بینید این منطقه قرمز رنگ بهترین مکان برای احداث فضای آموزشی هست در این محدوده که دارای تمام اون شرط‌ها هست. پروژه ایجاد پایگاه اطلاعات مکانی شهر قم مهمترین هدفش که دو هدف کلی و اختصاصی بود. یکی دیگه از بحثایی که توی این موضوع مهمه معماری سیستمه. معماری این سیستم به صورتی هستش که اون تمام اطلاعات به صورت تجمیع شده در استانداری قم الان وجود داره و کاربران مختلف مثل شرکت گاز، سازمان مسکن و شهرسازی، بهداشت و درمان، توزیع نیروی برق استان و تمام کاربران دیگه به این سرور از طریق شبکه وصل هستند. این
سیستم سامن جی آی اس کار مشترکی بین سازمان نقشه برداری خراسان و شهرداری منطقه سامن. یکی دیگه از مواردی که برای این سیستم قرار داده شده بحث سه‌بعدی منطقه هست که کل محدوده برای این سه قطاع به صورت سه‌بعدی طراحی شده، هم تأسیسات روی زمین و هم زیر زمین که ما میتونیم به عمق این موارد مثل خط لوله های آب در زیر زمین هم دسترسی پیدا بکنیم. فرض میکنیم ترکیدگی لوله آب در یک نقطه اتفاق افتاده، نقطه مورد ترکیدگی اینجاست و این شیر خط ها باید بسته بشن تا در این محدوده این کار ترمیم انجام بشه. یکی دیگه از پایگاه‌هایی که سازمان نقشه برداری ایجاد کرده و در سطح ملی هست، ایجاد پایگاه داده ملی مکانی منابع طبیعی و آبخیزداری کشور که این پروژه به سفارش سازمان جنگل‌ها مراتب آبخیزداری کشور و توسط سازمان نقشه برداری انجام شده. اطلاعات تخصصی جنگل‌ها مراتب سطح کشور که از سازمان جنگل‌ها اخذ شده در این پایگاه داده مکانی قرار می‌گیره. این اطلاعات اطلاعاتی هست که ممکنه در حدود 40-50 سال قبل تولید شده باشن و به صورت کاغذی بودن، الان این اطلاعات به صورت رقومی تبدیل شدن و در این پایگاه های داده ذخیره شدن. یکی از به اصطلاح مزایای این پایگاه داده این هستش که اطلاعات مکانی رو ما در مقاطع زمانی مختلف میتونیم در این پایگاه داشته باشیم. بنابراین یک مدیر مثلا میتونه با نگاه کردن به نقشه یک منطقه به لایه‌های اطلاعات مکانی جنگل‌ها در یک منطقه ببینه روند مثلا جنگل زدایی در این منطقه به چه صورت بوده، جنگل‌هایی که مثلا 40-50 سال قبل بودن الان وضعیتشون به چه صورت هست و با توجه به این اطلاعاتی که در این پایگاه داده وجود داره بتونه تصمیم مناسب و مقتضی رو در رابطه با در واقع جلوگیری از جنگل زدایی و موارد و مشکلات دیگه‌ای بگیر. امروز فعالیت GIS در عرصه‌های هم دولتی هم خصوصی در سطح بین‌المللی به شدت در حال پیشرفت و توسعه است. خوشبختانه در ایران هم رشته GIS با اینکه بیش از 15 سال میتونیم بگیم قدمت نداره، الان به عنوان یکی از رشته‌های بزرگ و مطرح در زمینه دانشگاهی و حوزه‌های فعالیت اصلی در بخش مهندسی کشور جا افتاده، علی‌رغم سن بسیار کمش، و ما پیش‌بینی می‌کنیم که چند سال آینده اصلا به عنوان اولین رشته مطرح در حوزه‌های فنی و مهندسی در کشور انشاءالله مطرح باشه.